پویا حجازی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژیه که پژوهشی رو برای چاپ یکی از مجلات معتبر خارجی سپرده. اما مجله به خاطر اینکه 80% مقالش کپی برداری از تحقیق دیگه‌ای بوده به اون اخطار داده. پویا بعد از پیگیری به ساسار جوانمرد رسیده، دانشجوییه که اون پژوهش رو قبل از پویا چاپ کرده و مدعیه که مقالش حاصل تحقیقات خودشه. اما پویا دلایل و مدارکی داره که بر اساس اون به ساسان جوانمرد اتهام دزدی تحقیقات علمیشو میزنه. پویا حجازی شما این؟ بله. شکایت کردی بابت سرقت علمی اثر یا مقالت، درست، از آقای ساسان جوانمرد، درسته؟ بله درست. خب میشنویم آقای حجازی، بگو. آقای قاضی اگه اجازه بدید اول خودم معرفی کنم. معرفی کنم. من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوبیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتیم. قبل از هر چیزی من میخوام به شما بگم که من الان 3 سال زندگیم و جوونیم و پای این مقاله گذاشتم. از خواب و خوراکم زدم و فقط آزمایش کردم، آزمون خطا کردم که مقاله به این نقطه برسه. مقاله من شامل یه سری دادهای آماری بود و من نمیتونستم با نرم افزار آماری کار کنم، پس مجبور شدم که بخش تحلیل آماریشو به یه دفتر خدمات فنی بدم. اونا از من خواستن که من مقاله رو بدم، گفتن میخوایم داخل جدول درست جانمایی کنیم. منم دادم. من این مقاله رو آماده کرده بودم تا داخل یه مجله معتبر جهانی با ایمپکت 10 چاپ کنم، یعنی مجله ای که بهترین مقاله های دنیا اونجا چاپ میشن. موقعی که من مقالم 3 بار ریوایز خورد، یعنی چرا؟ یعنی بازنویسی خورد، بعد ایراداتش رو میدونم بازنویسی کردم. میگم چرا؟ یه سری ایراد داشت بالاخره، طبیعیه یه مقاله ممکنه ریوایز بخوره چند بار. خب مدارکش هست الان؟ خب من همه اسناد و مدارکم کامل، ولی خب نمیدونستم مدارک ریواز مگه به درد این دادگاه میخوره. حتما میخوره که مگه شما سوال میکنم. خیلی طبیعیه یک مقاله ممکنه ایراد داشته باشه و اون ایرادا توسط نویسندش که من بودم برطرف بشه. خب میگم مدارکشو بیار. مگه شما نمیگی من مقالمو ارسال کردم برای مجله با ایمپکت 10؟ مگه اینو نمیگی؟ من فکر نمیکردم شما میگی مقاله رو برای شما پس فرستادن که شما بازنویسیش کنی. میگم مدارکش هست، ایمیلاشو داری الان؟ ایمیلاش که موجود است، ولی خب من همراهم نیوردم، نمیدونستم اهمیتی داره. خیلی خوب ادامه بده. آقای قاضی، مقاله من بعد از اینکه 3 بار ریوایز خورد و من ایراداتشو برطرف کردم، موقعی که میخواستن تایید کنن گفتن توسط یک شخص به اسم آقای ساسان جوانمرد داخل یه مجله با ایمپکت 1 و 2، یعنی یه مجله کاملا معمولی چاپ شده. آقای عزیز و من شما تعیین میکنی یه مجله معمولیه؟ چاپ مقالم صرفا به شما احتیاج دارم. آقای وازیشون دارن تأخیر میکنن ها. من به احترام شما هیچی بهش نمیگم. لطف میکنی. الان شما مدعی هستی که دفتر خدمات فنی شما آقای ثابت. آقای قاضی اسم کوچیکت هم بگو. رامین ثابت. رامین ثابت مدیر دفتر خدمات فنی مقاله شما رو گذاشته در اختیار آقای جوانمرد. فروخته، کارش اینه. خب چه رو چه حساب؟ یه مدرک به من بده. رو چه حساب؟ من آقای قاضی ایشون موقعی که رفتم اونجا مراجعه کردم، گفتم من میخوام کارهای آماری مقالهمو انجام بدید. خب. ایشون گفتن که تمام فایلا رو من به صورت یه فلش بهشون بدم و دادم. اما ایشون کارشون تموم شد، برای من ایمیل زدن. چه ایمیلی زدن؟ مقاله هم برای من ایمیل زدن، موجوده. خب بیار ببینیم. بله. برای من ایمیل زدن، تاریخش هست، یعنی دقیقاً 1 ماه قبل از اینکه مقاله به اسم ایشون چاپ بشه. اینم پرینت حساب بانکی من، همون روز که برام ایمیل زدن من پول به حسابشون واریز کردم. مشخصه. دقیقاً همون روزی که برام ایمیل اومد. خب آقای جوان مرد بفرمایید. ایشون الان یه مدرکی آورده، میگه 1 ماه قبل اینکه مقاله شما توی اون مجله چاپ بشه، همین مقاله توسط آقای چی بود اسمتون؟ ثابت ایمیل شده برای این آقا. چی میگی؟ بگو. آقای قاضی من که نباید ثابت کنم. آقای قاضی ایشون موقعی که به قول خودشون دنبال مقاله بودن، خیلی قبلتر من این مقاله رو فرستادم برای یه ژورنال معتبر. مقاله خب من رو خریدن فرستادم دیگه. همینطوری داری تهمت میزنی پسر جون. آقای قاضی ایشون یه مقاله هم تا حالا چاپ نکرده اینطوری پر روه، هی میگه ایمپکت 1 و 2 1 و 2. برادر اهانت به هم نکنین، بزرگوار ادب رو نزاکت رو رعایت بکنین تو فضای دادگاه. خب
اظهارات ایشون شنیدی؟ بله. خب توضیح بده، قبول داری حرفاشو یا نه؟ نه آقای قاضی، به هیچ وجه. پس چی؟ این آقا اومده مدعی شده آقای قاضی که مقاله برای ایشونه. اومده بود آموزش دانشگاه یه روز، شروع کرد آبروریزی کردن. چه آبروریزی؟ من آبروریزی نکردم آقای قاضی. زیر همه چیزم ماشاءالله میزنه. زیر همه چیزم. کجا آبروریزی کرده؟ توی آموزش دانشگاهمون. از آموزش هم با من تماس گرفتن. به خدا آقای قاضی منت سرش گذاشتم، سر افترا ازش شکایت نکردم. خودتون میدونید جرم افترا چیه. شما رفتی دانشگاه ایشون، آبروی ایشون رو بردی؟ من خدمت شما عرض کردم، من اصلا ایشون رو نمیشناختم. از روی همون مقاله جعلی که به اسم خودشون ثبت کرده بودن اسم دانشگاه رو دروردم، مراجعه کردم، از آموزششون خواستم که شماره ایشون رو به من بدن. من اصلا توضیح ندادم برای کسی، گفتن ما نمیدیم تا توضیح بدین. من مجبور شدم که توضیح بدم چه اتفاقی افتاده و با ایشون تماس گرفتن، ایشون اومدن اونجا. شما با داد و بیداد توضیح دادی پسر. داخل آموزش حتی اسم اون مجله که مقاله رو چاپ کرده بود نمیدونست. مگه میشه آدم یه مقاله رو چاپ کنه بعد اسم اون مجله رو ندونه؟ وقتی دعوا اتفاق میفته پای آبروی آدم وسطه، شما انتظار دارید که آدم همه چی یادش بمونه؟ این آقا داره چرت و پرت میگه. یعنی چی توهین میکنه به من از اول دادگاه؟ میگم اللهم بیر بیر، یعنی یکی تو بگو یکی تو بگو، من متوجه نمیشم. همزمان با هم دارید صحبت میکنید، نه حرف شما رو متوجه میشم نه حرف شما رو. الان شما میگی مقاله رو خودت نوشتی؟ بله آقای قاضی. تمام. ایشون یه مدرکی آورده اینجا، میگه یک ماه قبل از اینکه مقاله توی اون مجله چاپ بشه مقاله رو آقای ثابت براش ایمیل کرده. آقای قاضی من یه سوال دارم، مدرک ایشون اینه که یک ماه پیش براش مقاله ایمیل شده، یه پولی هم به حساب یه کافینت ریخته، آخه این که نشد دلیل که؟ شاید این ایشون میخواسته مقاله منو به ایشون بفروشه، من نمیدونم، ایشون باید ثابت کنه. آخه با همین دلایل الکی آخه مگه میشه مقاله یه نفر دیگه رو تصاحب کرد؟ الان شما آقای ثابت میشناسی؟ بله، برای کارام دفتر خدماتی ایشون هم میرفتم. خیلی خوب. دو سوال آقای ثابت. ایشون میگه تو همون روز، ببین تو دستگاه کارتخانه دفتر شما. نه نه، پول واریز کردم براشون آقای قاضی. واریز کردی؟ بله واریز کردم، پرینت حساب بانکیه. خب واریز کرده، به حساب شما پول واریز کرده. بله آقای قاضی. درسته؟ بله. این حسابی که اینجا هست درسته؟ چهار رقم آخر حساب شما 2234 درست میگم؟ بله آقای قاضی. درست میگم؟ اشتباه که نمی کنم؟ نه درسته. پس پول به حساب شما تو همون روز واریز شده. خب آقای قاضی این دلیل نمیشه. ایشون خیلی تو یه سال 50 بار اومده فروشگاه ما. خب مشتری ماست. شاید این پول برای کار دیگه ای بوده. دلیل نمیشه. آن شما مروده‌های دیگه‌ای هم داشتید. بله. آقای قاضی خدمات دیگه‌ای هم میگه. شما میگه. ایشون به خاطر کاراشون که میومدن دفتر ما کارهای زیادی با ما انجام دادن. و بابت همه‌شون هم خوب پول گرفتن. حالا آقای جوانمرد بفرمایید. شما شکایت از آقای ثابت نداری که مقاله شما رو اشتباهاً برای ایشون ارسال کرده؟ آقای قاضی من مقاله‌مو ثبت کردم. مقاله منم هیچ ایرادی نداره. توی ژورنال معتبرم ثبت کردم. از کسی هم شکایتی ندارم. آقای قاضی ایشون چرا باید این آقا رو لو بده وقتی ازش پول گرفته؟ وقتی مقاله منو، مقاله که من نوشتم و با چند برابر قیمت به این آقا فروخته، چرا باید بهش بده؟ کار و کاسبیش به هم میریزه، تهمت میزنه. کارش اینه اون آقا، از راه رسیده داره مقاله رو ازشون خریده. خیلی هم دنبال اینه که ایمپکت 10 و ایمپکت 1 و 2 اینا همه رو بخوای تأخیر کنی. ها شما مدرک دیگه ای داری که ثابت بکنی مقاله متعلق به شما بوده یا نه؟ آقای قاضی بهترین مدرک اطلاعاتمه. خود من که اینجا وایستادم بهترین مدرک این پرونده‌ام. شما از مقاله سوال بپرسید، جز به جز کلمه به کلمه من برای شما توضیح میدم. آخه مقاله برای داره من، مقاله راجب چی بوده؟ آقای قاضی وقتی مقاله... یه نفر یه مقاله رو مینویسه یعنی تسلط کامل داره روی اون مقاله. من الان مگه تخصص راجب این قضیه دارم که بخوام از شما سوال بکنم راجب مقاله؟ شما خودت مدعی هستی؟ درسته؟ بله. میگی مقاله متعلق به شماست. خودت باید ثابت کنی. خدا خیرتون بده. آقای قاضی من چجوری میتونم ثابت کنم وقتی که تمام تایپش داخل لپتاپ شخصی من انجام دادم؟ مگه میتونم داخل لپتاپم تایپ ثبتش کنم؟ نه متوجه نشدم. ببین یه چیزی، یه سوال ازت بپرسم. تو مقالت از جامعه آماری صحبت کردی؟ بله. من خب یه توضیح بده راجبش. من از بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی اونجا نمونه‌هامو گرفتم که هم مکاتبه داشتیم و هم ایمیل زدم که پرینت ایمیل اونجا رو هم گرفتم. ایمیل شما زدی یا اونا به شما زدن؟ نه من درخواست دادم برای نمونه. روال کارش اینه قبل از اینکه بخوای نمونه بگیری باید یه سری نامه‌نگاری انجام بده که من هم درخواست کردم از آزمایشگاه و هم بیمارستان. من ازشون خواستم که نمونه‌ها رو بهم بدن، اونا هم دادن.
شما چی آقای جوانمرد؟ آقای قاضی من یه مطلبی به شما بگم. ایشون اولش منکر این میشد که آبروی منو ریخته توی دانشگاه. ایشون اصلا من ازتون درخواست دارم باید تست اعتیاد بدن، چون که معلوم نیست که این ایشون هر حرفی میزنه زیر حرفش میزنه. چرا داره من توهین میکنه داخل دادگاه؟ حرف بزرگی داری میزنی ها. آقای قاضی جون، حرف ببین داری بهش اتهام میزنی. مگه ایشون به من؟ نه، مراقب حرف زدنت باش. من یه سوال. اصلا گوش کن، گوش کن، گوش کن، سکوت کن، یه چی نمیخواد بگی اصلا. حرف بیهوده میزنی برادر من. شما مگه نمیگی این مقاله متعلق به آقای جوانمرده؟ بله. با چرا ایمیل کردی برای آقای اجازی؟ خب آقای قاضی دفتر ما در روز 30 تا مشتری میره میاد، خیلی خوب. شلوغه. بعضی وقتا هم خوب اشتباه پیش میاد که من عذرخواهی میکنم، اما اولین باریه که روی اشتباه طرف بخواد اخاذی بکنه. اخاذی یعنی چی؟ برای من بله. ایمیل زدن، من هزینه براشون واریز کردم. یعنی میشه به صورت پول اتفاقی همینه دیگه. شاید تو پول زدی مقاله منو بخری. اینجا 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 چی؟ ادامه بده بقیه دادگاه رو. منم نگاه میکنم. من اینجا نشستم کارم چیه؟ میدونم شما قاضی هستی. بچه چرا حرف میزنی؟ بچه چرا حرف میزنی؟ ببین. آقای قاضی اگه همین رو ادامه بدید این ادعا میکنه که قاضی القضات هم هست. میتونی ساکت بشی نه؟ بله ببخش. برو سر جد. اجازه میدی الان من با حرف شما قانع نشم؟ روزی چند نفر میان تو دفتر خدمات فنی شما؟ 40 نفر. آقای کجاست قاضی؟ دفتر خدمات فنی؟ میدون انقلاب. چند سال اونجایی؟ 3 سال آقای قاضی. بعد مال خودت دفتر یا اجاره؟ نه اجاره ایه. در سال وقتی روزی 40 نفر بیان میشه چند نفر؟ 12000 تا. خدا پدرت. 13000 تا. احسنت بهت. باریکلا باریکلا. یه مقاله دو نفر مدعی داره، دو نفر آدم همرشته که دارن تو دانشگاه درس میخونن، عرض شما میایین اون مقاله رو ایمیل میکنی برای یه نفر که روز مشترکن روی همون مقاله مدعیه. بله آقای قاضی. اجازه میدی من قانع نشم با حرفت؟ بله، اما این دو نفر همرشته ای هن. خب. و ایشون خواسته سوء استفاده بکنه. وقتی دیده مقاله آماده است. نه. و ایشون برو چیزی برو که آماده بوده رو خواسته ازش سوء استفاده کنه و ما شرمنده آقای جوانمرد شدیم. نه اصلا سوال من راجع به درصد احتمال این قضیه است. خب یه ذره سخته باورش برای من. شما از بین این 12000 نفری که در طول سال میان تو دفتر شما و میرن، عاد شما اومدی مقاله رو ایمیل کردی برای کسی که روش مشترک مدعیه. خب تصادف یکی پیش اومده آقای قاضی. تصادف آقای قاضی من سوال دارم. من دو سال وقتمو گذاشتم که پرچم این مملکت توی ژورنال معتبر ببرم بالا، تحقیق کردم، جایزه‌ش هم گرفتم، بعد شما یه جوری با من برخورد میکنه انگار من دزدم. من با شما چجوری برخورد آقای هر موقع آقای قاضی من میام صحبت کنم شما یه جوری نگاه میکنید به آدم. ما برای آدمایی که پرچم مملکت رو میبرن بالا خیلی ارزش قائلیم. اصلا من میدونی به خاطر همین اومدم چیکار کردم؟ برای اینکه ثابت کنم که شما زحمت کشیدی، دعوت کردم از یک دوستانم، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، خانم دکتر سعداوی. لطف کرد. میشناسیش؟ بله آقای واسی. احسنت بهت. شما چی؟ بله من که میشناسم. خیلی خوب. من از ایشون خواستم برای اینکه به علم من در قضاوت کمک بشه تو دادگاه حضور پیدا بکنن، سوال تخصصی از شما بپرسن تا ما متوجه بشیم مقاله متعلق به کیه. به همین سادگی. خوبه؟ چه بهتر. ایرادی نداره از نظر شما؟ آقای قاضی من نمیدونم این چه روششه. من نمیدونم چرا از کسی دیگه دعوت کردید. شما خودتون قاضیید. من دلایل و مدارک رو بهتون گفتم. علم من کمک بکنه. ای بی داره نظر شما؟ آقای قاضی من نمیدونستم اینجا قرار من یه بار دیگه مقالم رو ارائه بدم. آخه این چه وضعشه؟ شما خودتون میدونید حکم بدید. آخه این این دلایلی که ایشون آورد اصلا به دادگاه نیاز نیست. اصلا من نمیدونم این پرونده چرا ما اومدیم دادگاه. شما چرا ترسیدی؟ مگه شما مقاله رو ننوشتی؟ یعنی میترسی نتونی جواب بدی؟ شما اگه نوشته باشی میتونی جواب بدی. و
وقتی میبینن یه کتاب خیلی گرفته به چاپ دوم و سوم رسیده، یه انتشاراتی هم مثل من داره خوب کار خودش رو انجام میده، میان میگن در واقع ما نمیشه. برای بچه 7-8 ساله شما باعث شدی بچه من رویش تخریب بشه. دادگاه جاییه که شما باید با سند و مدرک صحبت بکنید. ما میخوام الان به این نتیجه برسیم که آقا طرح واقعی مال کیه. ایشون کار منو دزدیده به اسم خودش. ایشون دارن تهمت میزنن به من بدون اینکه من چیزی بدونم. حاج آقا ایشون دارن تهمت میزنن. من خیلی اتفاقی فهمیدم. من خودم از ایشون شاکی ام. ایشون دارن تهمت میزنن به من. من به این بعد رأی بدم؟ من حاضرم از حق خودم بگذرم حاج آقا، همینجا قضیه فیصله پیدا بکنه. ایشون تو این شرایط نباشن حاج آقا. شما هیچ سند و مدرکی ندارید. سلام خانم دکتر. خسته نباشید. عرض ادب. سلامت باشید. خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم. من هی شما رو اذیت می‌کنم. نه بابا خواهش می‌کنم. کاری نکردم. آقا خوب هستن؟ خوبم. سلام دارم خدمتتون. سلام مخصوص من خدمت شما. چشم حتماً بزرگواریتون هست. خانم دکتر من راجع به پرونده که با شما صحبت کردم بله. کامل در جریان هستید؟ بله. بعد مقاله رو مطالعه کردید؟ بله من مقاله رو مطالعه کردم و یه سری سوال طراحی کردم که امیدوارم دوستان بتونن پاسخ بدن. زحمت بکشید. لطف می‌کنم. بفرمایید. ابتدا شما بفرمایین برای مقالتون از چه دستگاه سنجشی استفاده کردی؟ دستگاه XPS خانم دکتر. درسته. میتونی مراحل ارائه نمونه رو بفرمایید؟ خب خانم دکتر من نمونه ها رو دادم، آزمایشگاه برام انجام دادن. خب مراحلش یه خود پیچیده است. درسته. و اینجا آقای قاضی باید جواب بدم؟ من فکر کردم اینجا جواب دادگاه بدیم. نمیدونستم خانم دکترم میان. بله درسامو خوب میخوندم آخه. شما یه مرحله برای من مطرح کنی خیلی ممنون میشم ازتون. خب خانم تو مراحل مختلفی داره اما اینجا اجازه بدید بفهم. آقا اجازه بده دارم صحبت میکنم همش میپر. خب مراحل مختلفی داره ولی خب اینجا خانم دکتر من باید دوباره توضیح بدم. پس اما توضیح بدید خانم دکتر من 10 تا آقا آقا اتالیه کلام نکن در راسته سوال خانم دکتر جواب بده باید. اگه میتونی جواب بده. آقای قاضی من چیو باید جواب اگه بدم؟ اگه نمیتونی من میتونم بگم. جواب از ایشون بپرسید بزنم. آقای قاضی من یه بار من بذار بگم. اول نمونه ها رو میبریم برای فریزایه. یعنی داخل دمای پایین آب از نمونه جدا میکنیم، خشک و پودریش میکنیم، بعد داخل یه شرایط کاملا خلا اون رو روی گیت فیکس میکنیم و تحویل میدیم. خب کجا تحویل میدین؟ اون موقعی که من تحویل دادم فقط دانشگاه شریف انجام میداد. درسته. خب با توجه به این سوالی که ایشون نتونستم پاسخ بدم من یه سوال دیگه ای مطرح می‌کنم. حتما. خب بفرمایید برای جلوگیری از اگریکی شدن ذرات چه پیشنهادی دارین، چه کار باید بکنید؟ آقای قاضی ببخش خانم دکتر. آقای قاضی من یه بار مقالمو ارائه دادم، ثبت کردم، اسادید خوب که همکارای خانم دکترن زیرشو امضا کردم. من دوباره باید چیو ارائه بدم؟ آخه این چه بازیه؟ سر دو تا سوال. آخه من اینم میتونم آقای جوامرد مغلطه نکنیم. شما کلمه اگرگو برام تعریف کنید. خانم دکتر مگه اینجا باید زبان جواب بدیم؟ آخه این چه سوالیه؟ من دانشجو ارشدم. آخه این چه سوالی از من میپرسی؟ خب پاسخگو باشین. سوالی که باید جواب بدین دیگه. آقای قاضی آخه من نمیدونم اینجا چرا اینطوریه. بابا من مقالمو یه جا ثبت کردم. من بگم روشاش مختلفه. یعنی هم میتونیم از اولتراسونیک پرابی استفاده کنیم، هم اولتراسونیک حمامی. و اگه بخوایم دمای آبو اونقدر پایین بیاریم که آب از نمونه جدا بشه و به اون حالت خشک و پودریه برسه، باید حتما از یکی از این دو تا روش استفاده کنیم. کافیه. جناب قاضی با توجه به توضیحاتی که داده شد و سوالاتی که پرسیدم، نظر شخص بنده این هستش که صاحب مقاله ایشون هستن، آقای حجازی. حالا دیگه هر چی شما دستور بفرمایید. خیلی زحمت کشیدین. خواهش می‌کنم انجام بدید. تشریف ببرین. از شما پذیرایی میشه. خیلی ممنونم. خیلی منت گذاشتین. خواهش می‌کنم. ان شاءالله جبران کنم. سلامت باشید. اجازهت. جعفر خانم دکتر راهنمایی کن. خب. چه کنیم؟ آقای قاضی من 2 سال زحمت کشیدم پای این مقاله، بعد شما دارید با نیم ساعت کل زندگی منو نابود میکنید. اگه حکم شما علیه من بدید من دیگه نمیتونم جای مقاله چاپ کنم. آقای دکتر که... نمیشه. ببخشید آقای قاضی. ببخشید آقای قاضی اینطوری نمیشه که. یعنی شما با 2 تا سوال خانم دکتر همه دادگاه رو گذا همه پرونده رو بستید تموم شد؟ این همه من سند آوردم. یعنی چی 2 تا سوال؟ تو حرف نزد. اگه میتونستی جواب میدادی. یعنی چی؟ چون زحمت کشیدی پرچم مملکتو بردی بالا، من 55 میلیون تومان جزای نقدی برات مینویسم تو حکمت. یه پرونده‌ام
یه بدل از پرونده تو ارسال میکنم دانشگاه، یه پرونده انتظامی برای تشکیل بشه. آقای قاضی من اون آقایی هم که کنارت وایساده معاونت در جرم داشته 36 میلیون تومان هم جزای نقدی برای اون آقا مینویسم. آقای قاضی خواهش میکنم، من با کمال احترام ازتون اعتراض بکنم به حکمتون. آقای قاضی ازم چیکار؟ ازم شکایت بود نه اعتراض. آقای قاضی این چه دادگاهیه؟ خب معلومه آدم به لکنت میفته دیگه. به چی میفتی؟ به لکنت. چرا به لکنت؟ آقای قاضی شما، من قرار بود بیام اینجا شما رأی بدید. مگه ما اینجا تو رو ترسوندیم؟ بله دیگه، اصلا اولا که شما نذاشتید من صحبت کنم، همش ایشون صحبت کردن. تو الان صحبت کن. چی بگم دیگه؟ شما بریدید و دوختید، من دیگه چی بگم؟ بگو. اگه حرف قانع کننده ای داری بگی من میشنوم. آقای قاضی یه لحظه میتونم بیام پیشتون؟ بفرمایید. آقای قاضی اگه این حکمو بدید با زندگی من بازی میشه. آقای قاضی میرم توی بلک لیست. توی بلک لیست سیاه. بله آقای قاضی، بعد این اتفاق بیفته دیگه من دکترها هم نمیتونم شرکت کنم، ولی ایشون میتونه یه مقاله دیگه من بدم. چرا باید یه مقاله دیگه بدم؟ یه لحظه آقای قاضی شما دستتون بازیه، این قانون رو نقض کنیم. آخه آقای قاضی قانون باید با زندگی یه فرد بازی کنه. من دانشجوی این مملکتم. خود یه فرد بازی مگه نه آقای ثابت؟ آدم ها خودشون با زندگی خودشون بازی میکنن. درست آقای قاضی. آفرین. ببین از آقای ثابت بپرس. نمیشه یه حرکتی یه کاری؟ چه حرکتی؟ آقای قاضی به خدا من خیلی زحمت کشیدم واسه جایگاهی که الان دارم. تو رو خدا. ساسان چینی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن اگه یه ماهی بخری یه روز سیری، بله اگه ماهیگیری یاد بگیری هر روز سیری. خب آقای قاضی ایشون میتونه یه مقاله دیگه بگه؟ باز داری چیز غیر معقول از من میخوای بابا؟ آقای باز چه میری اون پشت وای میسی؟ برو دیگه آقای قاضی، من میتونم مقاله همو چاپ کنم درسته؟ این دفعه چندومه داری این سوالو میپرسی؟ مثلا دارم شک میکنم این مقاله رو تو نوشته باشی. من خب نمیدونستم باید چیکار کنم. حکمو میبری، ترجمه میکنی، میفرستی برای اون مجله. مجدد بفرستی برای اون مجله ای که ایمپکتش چند بود؟ ایمپکتش 10. انشالله که چاپ کنم. دیگه به قول خودت ریوایز هم نشه. خوب انجام دادم. مدرکم نمیدونم. همین 3 ورق بود؟ 4 ورق بود؟ بله 4. بفهم مرسی، ممنونم. دست شما در نکارش میکنم.